استیون هاوکینگ رو که همتون میشناسید، مشهورترین دانشمند و فیزیکدان جهان بود. البته با اینکه فوت کرده ولی باز هم رو دستش نیومده و باز هم بهترینه. این دانشمند راجب نابودی سیاره زمین در آینده حرفهایی زده. این گفته ها خیلی عجیب و خیلی هم ترسناکن. آقای هاوکینگ گفته که اگه بشریت تا 100 سال آینده به خارج از جو زمین حرکت نکنه، با خطر انقراض روبرو خواهد شد، چون سیاره زمین داره نابود میشه. البته کشف فضا خالی از خطر هم نخواهد بود. در این باره آقای هاوکینگ گفته که انسان در مورد برقرار کردن تماس با موجودات فضایی و ساکنان سایر سیاره ها باید خیلی هوشیار باشه، چون رفتار اونا ممکنه دوستانه نباشه. سیاره زمین چرا داره نابود میشه؟ استیون هاوکینگ چندین پیشگویی کرده که سیاره زمین ممکنه در اثر این عوامل نابود بشه. طبق اولین پیشگویی، زمین با گرمای غیرعادی مواجه خواهد شد که مقصر اصلی اون خود انسان‌ها هستند. این دانشمند معتقد بود که آب و هوای سیاره ما در آینده نچندان دور شبیه آب و هوای سیاره زهره به دمای مثبت 250 درجه خواهد رسید. با توجه به پیشگویی بعدی، مرگ زمین ممکنه به دلیل آزمایشات شتاب دهنده بزرگ هادرونی رخ بده. هاوکینگ گفته بود که در صورت آزمایش‌های ناموفق شاید یک سیاه‌چاله تشکیل بشه و سپس همه چیزو ببله درون خودش. این فیزیکدان انگلیسی اونقدر که راجب خطر شابسنگ‌ها برای انسانو گفته، به خطر کمبود منابع طبیعی اشاره نکرده. بنا به نظر آقای هاوکینگ، شهاب‌سنگ‌ها تهدید بزرگی برای تمام تمدن‌های موجود در کیهان به حساب میان. هاوکینگ کمبود منابع زمین رو تهدیدی نچندان وحشتناک اعلام کرده، در صورتی که شهاب‌سنگ‌ها رو تهدیدی جدی‌تر برای زندگی انسان‌ها و حتی تمدن موجودات فضایی دونسته. هاوکینگ درباره تلاش انسان‌ها برای تماس با موجودات فضایی هشدار داده بود که احتمال داره موجودات بیگانه برای تأمین منابع مورد نیاز خودشون به کره زمین حمله کنن و بعدش سیاره زمین رو ترک کنن. استاد دانشگاه کمبریج هم گفته بود که احتمال وجود موجودات فضایی تقریبا قطعیه، اما انسان‌ها باید از برقراری ارتباط با اونها خودداری کنن. نزدیکترین ستاره به کره زمین که پروکسیما سنتوری نام داره 4 سال نوری از زمین فاصله داره. این به این معناست که سفر به این ستاره با سرعتی معادل سرعت نور 4 سال طول میکشه. اما با استفاده از فناوری موشکی که انسان‌ها اختراع کردن، سفر به این ستاره حدود 50,000 سال طول میکشه.